در 6 ماه اخیر زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا مذاکرات چند بعدی را در رابطه با صلح افغانستان آغاز کرده است. این مذاکرات در 4 محور اساسی مبارزه با تروریسم، خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، اعلام آتش بس و گفتگوها میان طالبان، حکومت و دیگر گروه‌های افغان به پیش می‌رود. آقای خلیلزاد گفته که این مذاکرات پیشرفت چشمگیر داشته است. این پیشرفت چشمگیر در کجاست؟ چقدر به پایان خونریزی در افغانستان نزدیک هستیم؟ آیا طالبان، حکومت افغانستان، کشورهای منطقه این گفتگوها را جدی گرفته است؟ در گفتگوی امروز مهمان من دکتر زلمه خلیلزاد است. سفیر صاحب، به برنامه خوش آمدین. سلامت باشین. آیا مذاکرات صلح به بنبست رسیده؟ نه، مشکلات هست، اما ما با طالبان موافقه کردیم که در 25 ماه فوریه در دوحه باز ببینیم و در باره دو مسئله که در پرنسیب موافق کردیم دقیق تر مفصل تر صحبت کنیم که ببینیم پیشرفت بیشتر امکان داره. بله، مثل که شما گفتین پیشرفت در مجلس گذشته صورت گرفت در باره مسئله تروریسم و مسئله قوا که مشکلات طالب و امریکا است. بله، اما ما همیشه گفتیم و بازم میخوایم بگویم تا مردم افغانستان اطمینان داشته باشند که سر هیچ چیز موافقه نیست تا سر همه چیز موافقه شوه. و دو چیزی دیگه که شما به اشاره کردین که زیادتر متوجه افغان ها است، یکی ای که آتش بس چه وقت شروع میشه. ما میخوایم یک آتش بس کلی به زودی شروع شوه. و دومی است که صحبت ها، بحث ها بین افغان ها به شمول حکومت هر چیز زودتر شروع شوه. مذاکرات قبلیتان تا مذاکرات هفته آینده پیشرفت در رابطه با دو بخش آخری گفتگوهای سال که آتش بس و گفتگوهای بین الافغانی است صورت گرفته یا خیر؟ نه، ما در تماس نبودیم با طالبان. بعد از مجلس گذشته تماس مستقیم یعنی سری موضوع نداشتیم و اونا در مجلس گذشته به ما گفتند که ما اقتدار بس در دو موضوع را نداریم، در دو موضوع دیگه، آتش بس و صحبت با حکومت و دیگر افغان ها، و به ما اجازه بدین تا بریم با رهبریت خود صحبت کنیم که اجازه را بگیریم، ببینیم که در مجلس آینده چی میگن. و شما نمیدانین که آیا اونا تصمیم میگرفتن یا خیر؟ تا حال نمیدانم، نه. دشمن اصلی صلح در افغانستان کیست؟ خب دشمن اصلی نفاق است، اختلاف است، موقف های مختلف است درباره موضوعات مختلف. زیادتر من مسئول جنگ طالبان میبینم و طرفدارای طالبان که تا حال قبول نکردن با حکومت مشروع افغانستان بشینن و برای راه حل مشکل یک به تفاهم برسن. امیدوار هستم که ای اگر راستی صلح میخواین که میگن طالبان که ما صلح میخواین و شما باور دارین که طالبان صلح میخواین؟ من باور دارم که صلح میخواین، اما چه قسم صلح مسئله اوست و او رب داره با چی تفاهم یا اتفاق یا هم نظری که بین افغانای که در حکومت هستن، بیرون از حکومت هستن و طالبان صورت میگیره. و یک پیشرفت خود بود وقتی که این افغان ها بین خود بشینن و سر یک خط مش و یک راه ختم جنگ و موافقه سیاسی به یک توافق برسن. که ما انتظار داریم در 5 تا 6 هفته آینده لوی جرگه در کابل برگزار شود به ابتکار حکومت افغانستان رئیس جمهور غنی مشخص، و گزارش هایی هم هست که امکان دارد اون نشست هیئت افغانستان تغییر کنه. آیا ما 6-7 هفته اول وقت داریم که صبر کنیم برای این کار؟ ما خوش میشم اگه این مسئله
زودتر حل شوه، زودتر از 6 هفته. بله، عاجل است مثلا که یک تیم ساخته شوه که در او رهبریت حکومت احترام شوه و در این زمان عناصر سیاسی دیگه هم در او شریک باشند. یعنی شما میگین رئیس جمهور در رأس یک تیم باشه یا یکی از نماینده های با صلاحیتش و گروه های دیگه سیاسی باشه که اینا برن با طالبا ببینن؟ یک تیم مشترک کار است در زیر چتر حکومت. کی انتخاب کنه این تیم را؟ اما باید بشینن در روی یک میز. یک مسئله کلان ملی است. چرا کلان های حکومت با کلان های دیگه افغانستان باید بشینن عاجل؟ یک مسئله محصار حیاتی و مهم افغانستان است و یک موافقه برستن. شما این پیامتان را به حکومت افغانستان گفتن؟ من به همه این پیام است، نه تنها به حکومت بلکه به کلان های دیگه افغانستان می پیام است که وقت از این رسیده که با هم بشینن به سر یک تیم با موافقه کنن. در غیر از اون مشکلاتی که در مسکو دیدیم تکرار خواهد شد و از او خاطر این پیش بینی شده هم بود که اگر تا یک تیم ساخته نشوه همونطور چیزهای که مثلا در مسکو صورت گرفت صورت خواهد گرفت. از او خاطر این مهم و حیاتی است برای جلوگیری از کارهایی که یک تعداد از گروپ ها با طالب بشینن بدون حکومت جلو از یک بدیل گرفته به یک تیم قوی و مقتدر مشترک کار است. شما دیشب ملاقات 5 ساعته با رئیس جمهور داشتین و گزارش هایی هست که روی کارشیوی موافقت شده، چی است؟ خب من نمیخوایم درباره مجلس خصوصی و رسمی چیزی بگویم، همین کافی است که بگویم که اول خوب بگویم یک مجلس خوب بود با خود جناب رئیس جمهور و با مسئولین دیگه از حکومت و با یک تعداد از سیاسیون و بحث خوب و بحث واضح بود که ما در کجا هستیم، چی چیز صورت گرفته، چی چیز صورت نگرفته و برای پیشرفت چی کار است. طبعا زیادتر مسئولیت متوجه طالبا هم هست. بله. اما این طرف افغانستان هم فیصله های متوجهش هست که کلانترین فیصله تغییر تیم و ساخت یک تیم مذاکره کننده است. کلانترین ضرورت فعلی تشکیل یک تیم ملی هست که در او هم حکومت و هم کلان های دیگر شریک باشند. چی وقت بایدیش این تشکیل شد آقای سرگیر؟ هرچی زودتر بهتر. ددلاین برش داریم؟ خوب نیست که مدرهای مطبوعات درباره ددلاین صحبت بکنم. اما ددلاین خصوصی برشان گفتین؟ نه، یعنی ضرور است که هرچی زودتر شوه. فکر کنم که جناب آقای رئیس و دیگرها هم کلان ها متوجه از این موضوع هستند. خدا بکنه که اینا بتانن به یک فیصله لازم برسن. اگر شما به دوحه برین هفته آینده و طالبا بگوید که طرف افغانی کجاست، بله، چی پیام دارین برشان؟ خب اول باید از اینا ما سوال میکنم که آیا شما حاضر هستین با یک تیم که با حکومت بشینین صحبت بکنین در این موضوع؟ این مشکل از شماست. باید که به طالبا میگم که باید برای حل این مشکل شما را باید پیدا بکنین و همچنان امیدوار هستم که یک تیم ملی که جلو مجلس های علایده را از طرف عناصر سیاسی با طالبا بگیره، بله، بهتر خواهد بود که یک تیم ملی با طالب صحبت کنه. آقای سفیر، شما فکر میکنین که در یک وضعیت قرار دارین که با دو طرف مذاکره میکنین، هم در کابل مذاکره میکنین هم در دوحه با طالبا؟ خود حقیقت همی است فعلا. انتظارتون هم همی بود؟ خب حدس میزنم که در ابتدا همه تو یک چیز میباشد، چون درک میکردیم که دو طرف حاضر نیستن به خصوص طالبا که با حکومت بشینن و آل تقریبا 3 طرف هست که منطقه یک طرف هست. او 4 طرف پس میشه اگه برای گفتین، یکی خود طالب است، دیگه حکومت است، دیگه قشرهای سیاسی است در اینجا و همچنان منطقه را که شما اضافه کردین. ما بر 4 طرف در صحبت هستیم فعلا. درست. چه انعطاف پذیری باید صورت بگیره در هفته های پیش رو که یک پیشرفت قابل ملاحظه در گفتگوهای سال صورت بگیره؟ از طرف افغانستان اگر یک تیم ملی انتخاب شد در زیر چتر حکومت، باش راک سیاسیون که اونا هم
قانع باشن و اشتراک کنن، این مهم است. هدف از سیاسیون کیست؟ اشخاص پر نفوذ، اشخاصی که بتونن تمام افغانستان، کسایی که مسکو رفتن، اونا هم جزء همه اشخاص پر نفوذ هستن، دیگران هم هستن، اینا باید با هم بشینن هر چی زودتر به یک تفاهم برسن. از طرف طالبا پیشرفتی خود بود که تقاضایی که من ازشان داشتم که درباره آتش بست و درباره نشست با حکومت فیصله رهبریت خود که به این تیم اجازه بدن که در این مسائل بحث بکنن و قدم های عملی مثبت بگیرن، این پیشرفت خواهد بود. آیا فکر میکنید طالبا به دنبال گرفتن قدرت است، تمام قدرت یا انتقال قدرت به طالب یا شراکت در قدرت؟ به ما خب میگن که طرفدار شراکت هستن، که حکومت گذشتهشان ناکام بود، مثل که حکومت مجاهدین ناکام بود، حکومت کمونستان ناکام بود، حکومت اونا هم ناکام بود. فیصدی شراکت تعیین کردن؟ نه، ما در این مسئله گپ نزدیم و به خود اجازه هم ندادیم که در این مسئله با ایشان داخل صحبت شویم، چون ضرورتی است که افغان ها به یک تفاهم سر از این مسئله سر برسن، سر یک راه حل سیاسی به یک فیصله برسن، و ما اگر بتانیم ممت قرار بگیریم به اساس تقاضای هم اطراف که کمک کنیم در این قسمت، معذر هستیم که کمک کنیم. اما این مسئله مسئله داخلی است و برای از این که هر رای حلی که رویش موافقه میشه حل دوامدار به وجود بیاید، باید اطراف وسیع در افغانستان یک تیم هم شمول از یک طرف و تیم طالب از دیگر طرف به یک موافقه برسند. طالب تیم خود را تعیین کرده، انس حقانی هم در این تیم هست. بله. شما طرفدار رهایی انس حقانی هستن؟ ما در این مثلا نقطه نظر خاص نداریم، مربوط حکومت افغانستان و طالب هاست. طبعا مسئله زندانی ها یک مسئله هست که هر دو طرف بالا میکنن، از یک مشکلی که باید روش به یک موافقه برسه، که طالبان میگن هزارا بندی ها از اونا در افغانستان هستن و از چند صد بندی دیگر طالبان دارن. جز موافقه سیاسی که خدا کنه صورت بگیره، مسئله بندی ها هم خواهد بود. در رابطه با آجندای جلسه پیش روی شما که گفتین متمرکز به مبارزه با تروریسم و خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان است که روی جزئیاتش صحبت میشه، میشه کمی تشریح کنین که مبارزه با تروریسم یک جا با طالب یعنی چی؟ خب یکی از موافقت ها خواهد بود که اگر طالبی که یک وقت با همکار با القاعده بود و القاعده در افغانستان رهبریتش وجود داشت و پلانگذاری حمله بالای آمریکا قسمان در ایج صورت گرفت، که موافقه کنن که هیچ گروپی تروریست بین المللی را و تا افراد اجازه نخواهند داد که از در اراضی که زیر کنترل از اونا هست و اگر جز حکومت آینده شوند که از اراضی افغانستان به ضد امریکا به ضد دیگر کشورها دوست یا دیگر کشورها صورت بگیرد افغانستان، و گارانتی های وجود داشته باشه و هم مکانیزمی وجود داشته باشه که جنبه عملی داشته باشه که همین کار صورت نمیگیره، چون تنها حرف و وعده کافی نیست، یک خط سرخ است برای دنیا که افغانستان هیچ وقت بار دیگه به یک پلتفرم تروریستی تبدیل نمیشه. درست. و این موافقتنامه چی که در پرینسیپ هم باشه، پیش از رسیدن به موافقت نهایی عملی نیست. این چیزی که تا تر همه چیز موافقت شده نیست. ما عین صحبت که حکومت هم داریم درباره آینده بعد از سال که بسیار خوب روابط آمریکا با افغانستان چطور خواهد بود. بله. درباره قوای آمریکا. بله. این بحث هست که نه تنها با طالب است بلکه با حکومت هم هست. اگر طالب در جاهایی که امروز کنترل داره، فرض کنیم شمال هلمند، بله، زنگ بزنه به امریکایی ها و شما، بله، که اینجا یک فرمانده کلان القاعده است، بله، شما چی میکنید؟ خب اول اگر ما هنوز موافقه صورت نگرفته، خب این یک چیز که مدیتیلش هنوز به موافقه نرسیده،
سر از این مسئله در بحث‌های آینده صحبت میشه. سر مسئله مثل ازی که اگه این شد چطور، چی میشه، اگه او شد چطور، کی چی میکنه، اگه کی نتانست کار کنه، کی باز اجازه داره یا میتونه قدم بگیره. امریکا هیچ وقت از دفاع از منفعت ملی خود صرف نظر نخواهد کرد. درست. چی در از نگاه صحبت و چی از نگاه موافقت. آیا در یک افغانستان که طالبان هم بخش از حکومت باشه، شما میتونید تصور کنین که نیروهای امریکایی در هر چارچوبی که هست در این خاک حضور داشته باشه؟ چرا نه؟ اگر حکومت افغانستان که بعد از صلح بخواهد که اگر مسئله تروریسم مشکل نباشه و حکومت نخواهد امریکا بانه، ما چون یک موافقه با افغانستان داریم، موافقه سیغول جیشی بی اس ای که حاکم است. بله. در این مسئله و او از خود شرایط داره که در چه شرایط چی میشه. اگر حکومت بعد از صلح افغانستان بخواهی که مثلا دیگه عسکر امریکا در اینجا نمانن، با بزور نمیمانیم. درست. اگر مشکل تر از مال شوا، اگر بخواین که همکاری بین امریکا و افغانستان در جوانب مختلف به شمول امنیت وجود داشته باشه، چرا نه؟ این نشانه را شما در طالب میبینین؟ که طالب علاقمند حضور امریکایی ها البته به اجازه خودشان در خاک افغانستان باشه؟ ما به این موضوع نرفتیم، در پرنسیپ سر مسائل صحبت کردیم، سر دیتیلش صحبت نکردیم. آقای سفیر، شما نشست مسکو را گفتن یک اشتباه است. نگفتم من اشتباه است. ما موقف نگرفتیم درباره مسکو. ما گفتیم نقطه نظر ما ایست که ببینیم که آیا قدم مثبت یا قدم منفی شده میتونه. اگر قدم بعدی از و مسکو کمک کرده باشه به اینکه یک تیم ملی ساخته شوه، اگر مسکو نتیجه شی شوه که یک تیم ملی به وجود بیاد، میتونه آدم که مسکو مضر نبود ممکن مفید بوده باشه. اما اگر فاصله را بین حکومت و اطراف سیاسی دیگه زیادتر میکنه، و یک قدم منفی بوده میتونه. با کدام طرف روان هستیم؟ ببینیم در چند هفته دیگه معلوم میشه. شما ارزیابیتون چی است؟ تا حال ارزیابی نکردیم. آیا رئیس جمهور موقف جدی داشت در رابطه با نشست مسکو؟ در گفتگویی که با ما داشت اشاره داشت بر کسایی که در واقع منافقت میکنه به این پروسه غیر مستقیم. فکر میکنین که این دو گروه میتونه یک گروه مشترک بسازه؟ باید بسازن. یعنی اگر مسئولیت رهبریت سیاسی افغانستان چی در حکومت، اگر ما به خود اجازه بتم که این گپ با وضاحت بگویم، بله، ایست که این تقاضای وقت است، ضرورت وقت است برای اینکه افغانستان بتونه از چانس امکانی که برای سال هست استفاده خوب بکنه که یک تیم ملی اما شمول ساخته شد. ما از ابتدای کار خودی را گفتیم. بله. و تا اندازه پیش بینی شده شده بود، آدم میتونست پیش بینی کنه و من پیش بینی هم کرده بودم در صحبت ها با بعضی از عناصر سیاسی اینجا که اگر تیم ملی ساخته نشه، یعنی خطر است که یک کشور دیگه ممکن بخواد بعضی گروپ های سیاسی را با طالبان بشانه. آیا روسیه با شما مشوره کرده بود؟ نه، این قسمت مشوره نکرده بود. ما مخالف یک رول مثبت برای روسیه و دیگر کشورها در حل سیاسی افغانستان نیستیم، اما یک شرطی که داریم که ممد به قرار بگیرن، نه اینکه به مشکلاتی که وجود داره به اون مشکلات اضافه کنن. و یک تیمی که به مسکو رفته بود قرار است دوباره با طالبان ببینن در دوحه، بله، فکر میکنین کار درستی است؟ خوب است به فکر من که اگر پیش از مجلس دوحه این تیم ملی ساخته شوه. اگر نشوه اینا دوباره برن ببینن؟ خوب. که احتمال از او بیشتر است، چون اینا قرار ملاقات دارن و تیم هم به زودی قرار نیست که تشکیل شوه. من ترجیح میدم که بگویم باید این مشکل پیش از او وقت حل شوه. یعنی تکرار مسکو شما به سود پروسه سال نمیبینین؟ بهتر خواهد بود بسیار زیاد که اگر یک تیم ملی
و نماینده ای از افغانستان در اونجا اشتراک کنند. اگر یک تیم مثل گروه مسکو با طالبا ببینه و به نتایج برسن در رابطه با نحوه حکومت آینده افغانستان، موقف شما چی خواهد بود؟ این مشکل از حل نمیکنه، این مشکل حل نمیکنه. ضرورت به این است که یک تیم ساخته شود که در او حکومت و عناصر مهم سیاسی دیگه شریک باشند. آیا لوی جرگه صلح که رئیس جمهور پلان داره سازماندهی کنه در هفته های پیش رو کار خوبی است؟ خب میتونه یک رول بسیار مثبت بازی کنه، میتونه یک قدم مثبت باشه، اما من امیدوار هستم که اگه این مشکل ساختن یک تیم ملی به نمایندگی از افغانستان در مجالس آینده اشتراک بکنه و اگر یک فیصله میشه پیش دو و لوجیگه او را خوش آمدید میگه و طرفداری میکنه خوب خواهد بود، اما بهتر است که قبل از لوی جرگه این مسئله اگه حل شوی بهتر خواهد بود. بسیار خوب. آقای سفیر، رئیس جمهور ترامپ در سخنرانی خود در مجلسین امریکا از مذاکرات بین گروه های افغانی یاد کرد، نه با بین طالبا و حکومت افغانستان. آیا برای امریکا حکومت افغانستان تقلیل یافته به یکی از گروه های درگیر به جنگ؟ خب جنگ است در افغانستان، در این شک نیست. یک طرف طالب است، یک طرف حکومت است، اما عناصر دیگه سیاسی هم مطرح هستند، خصوصا در وقتی که انتخابات داره صورت میگیره. یعنی شما میگن که مصالحه بین حکومت و طالب بله ما را نمیتونه به نتیجه نهایی برسانه، تنها خب میان حکومت و طالب او بهتر است از این که بین گروپ سیاسی و طالب باشه، بین حکومت و طالب بهتر است. او از همه چیز که بهتر خواهد بود که هم طالب و هم حکومت و هم گروپ های سیاسی هم از شریک باشن و به هر چیزی که موافقه میشه مورد قبول اونا باشه، چون در اون صورت او موافقه صلح پشتیبانی وسیعی در افغانستان درست داشته میباشه. آیا نتیجه یک مذاکره میان حکومت و طالب میتونه یک صلح پایدار باشه؟ میتونه، چرا نه؟ من میگم که چانس دو حتی بیشتر خواهد بود اگر گروپ های سیاسی هم شامل باشند، اما اگر حکومت و طالب موافقه کنه یک موافقت کلان هستی میتونه مشکل افغانستان حل بکنه، در این شک نیست. آقای سفیر، شما با ملا برادر، کسی که به گفته شما از زندان پاکستان رها شد، ملاقات کرده؟ نه، تا هنوز ملاقات نکرده. پلان داره؟ در نظر است. چرا به پاکستان نرفتن؟ خب نظر به دلایل مختلف فیصله شد که بهتر از مجلس آینده در دوحه صورت بگیره. این دلایل چی میتونه باشه؟ خب باز دلایل لوجستیکس است، باز دلایل سیاسی است، باز دلایل زمان است، دلایل مختلف بود و خوب شد که به یک موافقه رسیدیم که بهتر از مجلس آینده در دوحه صورت بگیره. آیا شما میگین خوب شد که طالبا با عمران خان نمیبینه؟ خب یعنی خوب شد که فیصله شد که همین کار صورت نگیره در آیش فعلا. فکر میکنین پاکستان واقعا با امریکا با شما در این پروسه همکاری میکنه؟ من به این فکر هستم که پاکستان قدم های مثبت برای حل سیاسی موضوع گرفته، باید این شناخته شده شود که کار صورت گرفته. ما همیشه می خواهیم که پاکستان قدم های بیشتری بگیره، برای از اینکه ما در خواهش می خواهیم یک رابطه بهتر کرده پاکستان داشته باشیم، اما برای از اینکه به او هدف که پاکستان هم داره برسیم، همکاری جدی پاکستان عملا برای رسیدن به صلح در افغانستان بسیار مهم است که ما بتونیم به هدف بهتر شدن رابطه بین امریکا و پاکستان برسیم. و پیشرفت شما در رابطه تان با پاکستان قابل ملاحظه می دانین؟ پیشرفت صورت گرفته، همه قدر کافی است. خوشبین نیستن؟ چرا نه، خوشبین هستم، اما می خواهیم در میدان عمل قدم های عملی برای پیشرفت ببینیم زیادتر. با عنوان آخرین پرسش آقای سفیر،
عربستان سعودی مشخصا ولیعهد محمد بن سلمان که حالا در پاکستان است، چه فشاری را روی پاکستان میتونه بیاره تا در پروسه صلح کمک کنه؟ عربستان رول مهم داره در رابطه با پاکستان، و قطر هم رول مهم داره. قطر هم رول داره، رول عربستان مهم تر است در رابطه با پاکستان، چون کشوری است که رابطه بسیار قوی با پاکستان در تاریخ داشته و داره، و همچنان یک موقف قرار داره که میتونه کمک زیاد به پاکستان بکنه. و در بحثایی که من خودم با ولیعهد سعودی داشتیم و در بحثایی که مسئولین دیگه امریکا با عربستان داشته، به اونا رو تشویق کردیم که کمک های خود مشروط به همکاری پاکستان برای حل سیاسی و برای ختم جنگ در افغانستان از او استفاده کنند. من امیدوار هستم که در این سفر ولیعهد عربستان سعودی پیغام با پاکستانی ها بده. دکتر زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا برای مصالحه در افغانستان، تشکر از وقتتان. تشکر از شما، سلامت باشین. خیر باشه. خوش شدم. ده باشه.